تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. از اول قرآن به لطف خداوند آیه به آیه تفسیر کردیم و الان هم سوره اسراء هستیم، آیه 4. هر آیه رو چند دقیقه با تفسیرش بنشینه. آیه 4 رو بشنوید. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. ما در کتاب تورات به بنی اسرائیل اعلام کردیم که قطعا شما دو بار در زمین فساد میکنید، یه برتری جویی بزرگی خواهید کرد. این یک پیشگوییه که خداوند در کتاب تورات به بنی اسرائیل گفته شما دو مرتبه گردن کلفتی میکنید، در دو مرتبه هم لتوپار میشید. حالا گردن کلفتی دوبارش چیه؟ موارد انکردنه، یکی فلان تاریخ، یکی فلان تاریخ. به دست کی نابود میشه؟ یکی گفته تالوت، یکی گفته هیتلر، یکی گفته هر کسی، یک کسی گفته بخت و نس گفتن، پادشاه روم گفتن، هیتلر گفتن. خداوند تو قرآن اسم از اینا نبوده، فقط گفته ای بنی اسرائیل قطعا شما دو کار خود کرد، دو مرتبه گردن کلفتی میکنید، دو مرتبه تارمار میشید. دو مرتبهش کیه؟ تارمارش کیه؟ یعنی کتاب آسمانی از آینده به اینها خبر داده و سوابق قوم یهود در تورات ثبت شده. این لتفسدن، نه دوبار فساد بکنید. حالا چه فسادی؟ باز فساد عمومه، فساد فرهنگی، فساد اقتصادی، فساد نظامی، سیاسی. چه فسادی میکنید؟ فساد چیه؟ لتعلن، نه یعنی لتعلن، نه یعنی برترجوی خودتون رو نژاد برتر میدونید. داخل نژاد بنی اسرائیل خودشون برتر میدونن، میگن نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم. لن یدخل النار الا ایام معدودات. یهودی جهنم نمیگه، میگه چند روزی. خودشونو برتر میدونن. ولذا یهودی ها تبلیغ نمیکنن که کسی بیاد یهودی بشه. مسیحی ها تبلیغ میکنن که کسی برای مسیحی بشه، اما هیچ وقت یهودی تبلیغ نمیکنه که مردم بیاد یهودی بشه. اون میگن نژاد ما باید حاکم بشه بر کره زمین. دائما هم در طول تاریخ اینها شیطنت داشتن، همین الان هم طرح از نیل تا فرات تو کله شونه. آینده تاریخ رو مال خودشو میدونن. خب گاهی آدم فساد میکنه ولی غرضی نداره، حالا شهوتی، غروری، جوانی در بریم، یه نه لتفتدون نه ولا تعلون نه. یعنی فساد شما فساد برتری جویی، یعنی بر اساس که خودونو برتر میدونید فساد میکنید. اینم مرتین، یعنی فسادتون هم ریشه داره که ریشهش اینه که خودتون برتر میدونید، هم تکرار داره. فسادهایی که ریشه داره و تکرار داره فرق میکنه با فسادهایی که حالا یا ریشه نداره یا تکرار نداره. ولا تعلن علوا کبیرا. و خالی به نسای خودشون ذلیل بودن. اینا رو حضرت موسی اومد اینا رو نجات داد. اما گاهی وقتا مستضعف مستکبر میشه. یعنی تا دیروز خودش اسیر بوده، حالا که قدرت پیدا کرده حالا خودش دیگران اسیر میکنه. تا دیروز فقیر بوده میچاپیدنش، حالا که پول داشته این مردم میچاپه. بنی اسرائیل اسیر بودن، فرعون اینها رو به بردگی کشیده بود. حضرت موسی اومد اینا رو نجات داد. اما همینا که اسیرای که حضرت موسی اینها رو نجات داد، خود اسیرا، خود این مستضعفین مستکبر شدن. لا تعلن علوا کبیرا، یعنی خیلی خود برتری بیش از حد. خب ای بنی اسرائیل، در تاریخ، در کتاب آسمانی شما، تاریخ شما اومده شما دو بار گردن کلفتی میکنید، دوباره شکست میخورید. آیه شکست رو ببینید، آیه 5 رو بشنوید.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. همین که وعده نخستین فتنه فرا رسید، شما دوبار فتنه میکنید. فتنه اول که اومد، بعثنا علیکم عبادن، یه گروهی از بندگان خودمون رو بر شما مبعوث میکنیم، اولی بعث شدید، بندگان توانمند و جنگجو، فجاسو خلالتی ها، بر سرکوبی شما درون خانه ها رو جستجو میکنن، خونه به خونه میگردن، درون خونه ها رو میگردن و شما رو هر کجا باشی میکشن بیرون و تارمار میکنن. و کان وعدا مفعولا، این وعده قطعی خداست. خب حالا عرض کردیم در تفاسیر اومده که مثلا بخت و نس بوده، تالوت بوده، پادشاه روم بوده، هیتلر گای گفتن، او گروهی که میاد بنی اسرائیل گردن کلفت و سرکش و تارمار میکنه، او گروه کیه؟ کدوم پادشاه، کدوم قبیله، کدوم افراد بودن؟ قرآن اسمشو نبرده، اما تو قرآن دوتا کد داده. یکی میگه بعثنا، ما اینا رو مبعوث کردیم. کلمه بعثت مال انبیاست، یعنی پیغمبر مال قیامته. یعنی کلمه بعثت مال آدمای الکی و قلدرا و زورگوها و کودتاچیها، کلمه بعث نمیگه. بعثنا بعدم میگه بعثن عبادن، اینا بندگان خدان. یکی میگه پس ممکنه مربوط به دوره آخر از زمان باشه، احتمال داره به همین حزب الله لبنان باشه، نمیدونم، چون خدا میگه عبادن، بندگان خوب ما، ما بندگان خوب را بر شما میشنونیم. ما نمیتونیم بگیم هیتلر بنده خوب خداست، که نمیتونیم بگیم مثلا بخت و نس یا پادشاه روم بنده خدا. خداوند میگه ای یهودیا، دو بار گردن کلفتی میکنید، دفعه اول که گردن کلف کنید بندگان خوب ما میان شما رو تارمار میکنن. هم میگه بندگان خوب، هم میگه بعثنا، ما اینا رو مبعوث کردیم. چون کلمه بعثنا و عبادن لنا داریم، پیداست این قلع و قمعه بنی اسرائیل فتنگر مال هیتلر رو نمیدونم پادشاه روم اینها نیست. خلاصه از سنت های خدا اینه که مستکبرین طغیانگر نابود بشن و وعده های الهی حتما انجام میشه و جهاد با مستکبران مال اسلام نیست. اینا که اینو اسلام مربوط به اسلام نیست، میگن بنی اسرائیل گردن کلفتی میکنن، بندگان خوب ما میرن این گردن کلفتی رو سرکوب میکنن. طغیان بنی اسرائیل و سرکوب بندگان خوب خدا، این چه یعنی؟ جبا و جنگ در همه نمیشه گفت اسلام جهاد داره، همه دارن. مسیحیت در انجیل، در موارد از انجیل بحث جبا و جنگ مطرحه. و باید قدرت سا بندگان خوب خدا باید قدرت قوی باشن که بتونن خونه به خونه فتنگرار از خونه ها بکن بیرون. فجاسو، جاسو همون تجسس، خلالت دیار، یعنی لابلای خونه ها برید بگردید که اینا تو خونه تیمی ها، تو سنگرها، پشت کورها، تو قارها پنهان نشن. پیداست مؤمنین باید قدرت داشته باشن، مؤمنین باید بتونن سرکوب را، بتونن طغیانگران را سرکوب کنن. خداوند به سرکوب کنندگان افراد طاغی قسم خورده، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، به اوه اسب رزمندگان و به جرقه سوم اسب رزمندگان قسم. چون یه عده آشوبگر اومدن دور مدینه کودتا کنن، پیغمبر یک گروهی رو فرستاد بره قلقم کردن، یه گروه رفت نتونست، گروه دوم نتونست، آخر گفت علی جون کار خودت برو. حضرت علی با یه برنامه‌ریزی خیلی دقیق شبونه حمله کرد، دشمن تارمار کرد. خدا فرمود والعادیات ذبحا، قسم به اون اوه اسب، قسم به اون جرقه سوم اسبی که زیر پای بندگان خوب ما هست و این بندگان خوب میرن آشوبگرا رو قلقم میکنن. خب این هم آیه 5، بریم سراغ آیه 6. و السلام علیکم و رحمت الله.